آریا سلام. درود آرمین جان، من عصبانی اصلا نیستم اتفاقا. یعنی مشکلی که دارم اینه که کلا راستش بخوای تمام حرفایی که توی ایران میشنوم همگی، یعنی اصلا همگی اشتباهه. یعنی بیشتر یه جوری میشه گفت ناامیدم از این که بخوام اصلا عصبانی باشم. عصبانی نیستم اصلا. همه حرفایی که توی ایران میشنوی اشتباهه؟ همش که منظورم مثلا اکثر حرفایی که مثلا من مثلا الان مثلا از وقتی که الان شروع کردیم تا الان 43 دقیقه است و خیلی حرفای غلط غلوت با هم دیگه از دید من. خب راستش بخوام من میخواستم درباره جهان وطنی، ناسیونالیسم و وطن پرستی صحبت کنم، ولی بعدش درباره کلمات مذهبی این چیزا صحبت کردم، گفتم یه چیز کوچیک درباره موضوع بگم بعد بیام سر این موضوع. من به حرفات فکر کردم، به نظر من بیشتر از همه، شاید به نظر من به شخص اشتباه تو سر اینه که تو میگی معنی کلمات برای شخص من، در حالی که معنی کلمات یک چیزی که مثلا فرض عمومیه، یعنی شما حرفی که میزنی باید برای همه معنیش مشخص باشه. مثلا اگه شما بگی انشالله، من مثلا فرض کن یک آتئیست باشی، ممکنه تو بر پشت حرف توضیح بدی که من منظورم از انشالله اونه، ولی نمیتونی برای هر کسی که باهاش در ارتباطی این توضیحو بدی. حتی اگه مثلا تو الان بگی خب من مثلا یه پادکست دارم، مثلا همه میفهمن حرفمو، همه منو میشناسن، ولی اون ایده‌ای که تو داری آموزش میدی به دیگرانی که نشستن این حرفو گوش میکنن باعث میشه که اونها هم همین کارو بکنن، در حالی که میتونن خیلی راحت این کلمات رو توی زبانشون تغییر بدن و باعث پیشرفت یک کشور بشن. یعنی باعث این بشن که بله، خب ما میتونیم ببینید، اولا که کلمه انشالله و خداحافظ به اون اکثر کسایی که توی ایران استفاده میکنن، بر اساس معیار خودتون، خب اکثر کسایی که میگن انشالله اصلا به الله فکر نمیکنن و اکثر کسایی که میگن خداحافظ به خدا اصلا فکر نمیکنن. برای همین معنی این کلمات عوض شده و شما اگه میخواین بر اساس اصرار خودتون باید بتونین انشالله و خداحافظ رو استفاده بکنین، چون که اکثر آدما وقتی که این معنی رو نداره، شما میگی که باید در نظر بگیرین این کلمات چجوری استفاده میشه و معنیش برای بقیه چیه. خب معنی این کلمات برای اکثر کسایی که ازش استفاده میکنن ربطی به خدا و الله نداره، ممکنه قبلا این معنی رو داشته باشه الان دیگه این معنی نداره. یکی من به این استاندارد قبول ندارم، برای اینکه معنی کلمات تو طول تاریخ بر اساس نحوهی که استفاده میشه عوض میشه، خب به طور هم به طور ارگانیک هم به طور از عبد، و بعضی موقعا و سرعت تغییر معنی کلمات هم الان به خاطر اینترنت خیلی بیشتر از قبلا شده و خیلی از کلمات هم حتی به طور عمد به طور اصلا دلیلای مثلا به طور معترض بعضی موقع های کسی یک کلمه های رو به طور خودشون به جوری که دوست دارن استفاده میکنن و اتفاقا اینکه یک کلمه رو دارن یه جوری دیگه استفاده میکنن اصلا ممکنه نماد اختلاف نظرشون هم باشه. ما اینو مثال برای این خیلی زیاد داریم، خب توی تاریخ کسایی که میخواستن بر علیه یک اتوریتی، یک انقلابی یا یک مخالفتی بکنن، کلمات تغییر معنی کلمات زیاد بود. خب من یه جواب بدم، نگاه کن ایران کلا یه کشوریه که امروزه توسط جمهوری اسلامی بی‌نهایت مخشوسته هست، یعنی ممکنه یه چیزی در ایران طبیعی به نظر بیاد ولی اون چیز واقعا طبیعی نیست. یعنی بعد مثلا فرض کن کلمه انشاءالله ماشاءالله اینا، این فقط یک نماد خیلی خیلی سطحی از تمام کلماتیه که پشت تمام این چیزا میاد. مثلا میگم من وقتی مثلا یه اتفاقی رو میبینم داخل اینترنت، مثلا فرض کن هواپیما سقوط کرده، هواپیما رو زدن، تمام کامنت ها زیرش اینه که خدا این کارو بکنه، خدا اون کارو بکنه. یعنی اصلا مردم یه سری رباتن که فقط و فقط یه سری کلمات حفظ کردن و اصلا فرق کشور پیشرفته با کشور عقب مونده همین دقیق بودن و استفاده درست از کلمات و اینجور چیزا هست. خب بستگی به معنیش داره. ببینید بستگی به معنیش داره. اگه یه نفر بیاد به من بگه که باریکلا آرمی، خب ببینید شما از لحاظ ظاهری نمیتونید بیان قضاوت بکنید که این حالا خوبه یا بده. خب اگه نفر بگه باریکلا آرمین، معمولا تو ایران معنیش اینه که آفرین، باریکلا و آفرین یکیه. خب ولی اگه یک نفر واقعا داره میگه باریکلا به خاطر اینکه میگه که من تو یک کار خوبی انجام دادی، من تو رو نباید آفرین بهت بگم،
همه چیز به خاطر خداست و من از عمد دارم حواسم هست به خاطر اینکه به جای اینکه به تو بگم آفرین، دارم کردیت رو میدم به خدا برای اینکه خدا بوده که تو باعث شده این کار بتونی بکنی. یعنی اگه مغزش اینجوری داره فکر میکنه که من بگم باریکلا به خاطر اینکه حواسم باید باشه، به جای اینکه به آرمین بگم آفرین باید به خدا بگم آفرین، این خب این یه مشکله، این طرز فکر این شخصی مشکل داره. یعنی شما فقط ظاهری نباید نگاه کنید که این گفت باریکلا اونم گفت باریکلا پس جفتش از لحاظ از لحاظ ارزشی یکیه. نه، باریکلا اون شخص معنیش آفرینه، باریکلا این شخص واقعا داره به خدا میگه آفرین. اینا از شما دو تا اینو یک جور قضاوت کردنش این کار مشکل داره به نظر من. برای خودشون این معنی رو داره میدونی، ولی در مجموع کلمه مذهبیه و مثلا فرسون دیگران هم میدونن. نه در مجموع اکثر ماها، علی اکثر ایرانیان باریکلا با آفرین معنیش یکیه.